اگه دوست داری تو هم خودت یاد بگیری که همچین مدلی به موهات بدی و همچین بافتی رو رو موهات بزنی، پس ادامه ویدیو رو با من باش. سلام به چنل یوتیوب من، خیلی خوش اومدین. خب عذیتم که میزنیم پرده رو بکشم. چه خبرم؟ تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چجوری موهاتون رو مثل ویدیو قبل خودتون خیلی راحت و ساده و شیک و مجلسی ببافین. این مدل مو اختراع خودمه، یعنی همجوری به ذهن خودم رسید هفته پیش، چون که همجوری میبین جلو موهام خیلی بلند شده واسه عید، تا اینجا کوتاهش کردم و انقدر بلند شده و خیلی اذیت میشه وقتی میاد تو چشم. خب بعد هفته قبل داشتیم رفتیم بیرون، بعد به این فکر افتادم که چیکار کنم موهام اینجوری نیاد خیلی جلو چشم و اینا، بعد خیلی همجوری یه جوری بافتم و شد اونی که دیدین شما تو ویدیو قبل و خیلی هم قشنگه واسه مهمونی و جاهای مختلف. میتونید شما هم موهاتون اینجوری کنید و خیلی ناز و دخترونه و کیوته. واسه این مدل مو هم بهتره که موهاتون صاف باشه و اگه موهاتون فره یا وزه خیلی قشنگ نمیشه و برید موهاتون رو صاف بکنید. الان میبینید موهای من یه کوچولو صافه، اول اینکه پایینش کراتینه، پارسال کراتین کردم و اینجا هم امروز از همون که در اومدم سشوار کشیدم یه کوچولو صاف شده و در کل واسه موها خیلی میبینید اینجا فره. من در کل موهام فره ولی یک کوچولو هم وزه، اینجوری جنس موهام. خلاصه شما برید موهاتون رو صاف بکنید، بیایید تا بهتون بگم چیکار کنید. بچه حس میکنم اینجا بهتر و راحتترم واسه بافتن، چون که روی میزم وصل مردنی از یه دونه شونه و چلگیس و همین یه شونه که بشه مثلا باهاش اینجوری یه قسمت رو جدا کرده از موها. البته نمیخواد، نه همجوری شونه بیاید موهاتون رو با شونه بزنید که خب این جلو موهاتون صاف و لخت بشه و بریم سراغ بافتن مو. اول این طرفش که خب کمتر و راحتتر شروع میکنیم. این بافت یه بافتی که دوتاییه، یه بافت دیگه هم بهتون یاد دادم اون ستایی بود، این دوتاییه. یعنی چی؟ یعنی میاید موهاتون رو خب از اینجا به صورت مثلثی جدا میکنید خب و اونو به دو قسمت از وسط تقسیم میکنید به این صورت. حالا این خیلی هم مساوی نیست. بعد اینو اینجوری میپیچیم، اینجوری نیست، اینجوری میپیچید دوبار. خب بعد از اینکه پیچیدید یه کوچولو از اینجا به بالایی اضافه میکنید خب اینجوری، بعد دوباره اینو پیچ میدید یه دونه ها، جوری که اونی که مو بهش اضافه شده بره پایین و اون یکی بیاد بالا، دوباره یه کم مو به اون بالایی اضافه میکنید، دوباره یه دونه پیچ میدیم، همین جوری بهش اضافه میکنیم. باید دقت داشته باشید که هر بار به اون یکی اضافه بکنید. مثلا حالا ما اسمشون رو میذاریم شماره 1 و 2، اگه الان به شماره 1 اضافه کردیم دفعه بعد باید به شماره 2 اضافه کنیم، وگرنه یه دونه از اینا موهاش زیاد میشه اون یکی همون کم باقی میمونه. نمیدونم چیکار کنم. آها به همین راحتی و قشنگی. مثلا تا اینجا اوکی دیگه، اینم باز اینجوری پیچ میدید دوتایی خیلی راحت. با یه دونه کش چلگیز میبندیمش. بعد
حالا میتونید یه کوچولو از این جاها اینجوری تارتار مو بردارید که اینجوری بیاد پایین، خیلی ناناتو کیوت بشه. بعد اینجاها رو یه کوچولو میکشین که حالا بافتتون حجیمتر به نظر برسه و به این شکل. حالا این از این ور. خب من حس می‌کنم اینو خیلی زیادی کشیدم. حالا میایم این ور. این ور هم همین جوری یه مثلث جدا می‌کنیم به دو قسمت مساوی، تقسیمش می‌کنیم و پیچ میدیم. اولی رو دو بار پیچ میدیم. خب بعد از اون دیگه هر قسمتی که بهش اضافه میکنیم، حالا این به بالایی اضافه کردیم، یه پیچ میزنیم، اون کم رو میبریم بالاتر، دوباره یه قسمت به بالایی اضافه میکنیم، دوباره یه پیچ میزنیم. خیلی راحته، فقط یه کوچولو دقت میخواد. دیدین الان به بالایی اضافه میکنیم، وقتی پیچ میدیم بالایی رو میاریم پایین، دیگه دوباره اینجوری پیچ نمیدیم. خب اون یکی رو میبریم بالاتر. به همین راحتی و قشنگی. حالا میتونید از اینجا یه چند تا چیزم اینجوری بیارید بیرون، مثلا یه چند تا تارمو بیرون باشه. حالا بایستید تمام بشم که به اینجا که رسیدید، حالا سلیقه یه میتونید کل اینو ببرید، ولی من به نظرم اینجوری قشنگ تره که از مثلا نصف موهات ببری. دیگه به اینجا که رسید دوباره اینا رو همینجوری پیچ میدیم و تمام. بچه این من رو حس میکنم ریدم یه کوچولو، خیلی زیاد کشیدمش بیرون، باید درستش بکنم چون من آینه جلو دستم نیست کامل نمیبینم. الان میرم جلو آینه اوکی میکنم. اینم از اینو در نهایت باز اینم یه کوچولو حجمش میکنیم. حالا این دوتا رو اینجوری میبریم از پشت با یه کش دیگه به هم وصلشون میکنیم. همین راحتی و قشنگی. فقط یکم موهای اینجا رو من دوست دارم بیان بیرون. خیلی نازکه این. دیدین به همین قشنگی و نانازی. حالا من میگم چون آینه جلو دستم نیست، باید برم جلو آینه یک کوچولو بهش برسم بیام. بچه اینم از مدل مو که خیلی راحت و در این حال خیلی قشنگه. و حالا من خیلی عجله‌ای همینجوری بهتون یاد دادم، شما میتونید با حوصله‌تر و مرتب‌تر انجام بدین. بعد قشنگ موهاتون رو اتو بزنین، ژل بزنین به موهاتون که اینجوری وزوزی نباشه و به همین قشنگی و راحتی. حالا گفتم اینجوری هم بهتون نشون بدم از این زاویه که بهتر و قشنگ‌تر ببینید.
خب اینم از آموزش امروز، امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و به کارتون بیاد. حتما نظراتتون رو واسم کامنت بکنین و یادتون نره که چنل رو ساب داشته باشین و اون زنگولش هم فعال کنید که اگه ویدیو دیگه گذاشتم نوتیفیکیشن واسهتون بیاد. خیلی دوستتون دارم، مرسی که مثل همیشه تا آخر ویدیو با من همراه بودین. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.